به نام خدا و بارزه سلام بیننده های عزیز و خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز پنج شنبه ششم قوس سال 1392 هجری خورشیدی که برابر است با 26 نوامبر سال 2020 میلادی. مشروع خبرها: بیرون کردن نیروهای آلمانی از کندوز به خاطر استفاده بهتر از این نیروهاست. بعد دنبال گزارش ها درباره بیرون شدن نیروهای آلمانی از کندوز، یک مقام ناتو میگوید این کار برای استفاده بهتر از این نیروها صورت میگیرد. این مقام ناتو با خودداری از ذکر نامش میگوید که این اقدام در نتیجه تلاش های از پیش برنامه ریزی شده برای استفاده بهتر نیروهای ماموریت حمایت قاطع برداشته شده است. او بهتر تنظیم شدن ماموریت مشوردهی، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را نیز دلیل عمده این اقدام می داند. این مقام ناتو نقش نیروهای آلمانی را در افغانستان مؤثر و با برای ثبات نیروهای امنیتی افغان برجسته دانسته می گوید تمام این اصلاحات در مشوره و هماهنگی کامل شرکای ناتو صورت می گیرد. ده عضو قوای خاص استرالیا در افغانستان برکنار شد. پس از نشر گزارش ها در مورد اقدام غیر قانونی و ضد بشری بعضی از سربازان استرالیایی در افغانستان، مقام های نظامی این کشور ده عضو قوای خاص استرالیا را از وظایفشان برکنار کردند. در تحقیقات نظامی این کشور معلوم شده است که قوای خاص استرالیا غیر قانونی دست کم 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رساندند. بر بنیاد گزارش ها در این کشتار 19 سرباز قوای خاص استرالیایی دست داشتند. وزیر دفاع و لوی درسیز قوای مسلح استرالیا در این مورد به گونه رسمی معذرت خواهی کردند. همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش خشونت‌های حاد علیه زنان در کشور خبر می‌دهد. این کمیسیون می‌گوید که موارد ثبت شده خشونت علیه زنان در 10 ماه سال جاری نسبت به موارد ثبت شده سال قبل کاهش را نشان می‌دهد، اما برعکس در نوعیت خشونت‌ها موارد حاد خشونت علیه زنان افزایش یافته و 35% تمام خشونت ها را خشونت های فیزیکی تشکیل می دهد. کمیسیون حقوق بشر قرنطینه ناشی از ویروس کرونا، ضعف حاکمیت دولت، عدم برخورد قاطعانه با عاملان خشونت، نفوذ زورمندان در روند رسیدگی به خشونت ها و کمبود آگاهی و پایین بودن میزان سواد را از عمده ترین دلایل این کار می داند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان میگوید که این کمیسیون در 10 ماه گذشته 3777 مورد خشونت علیه زنان را در کشور ثبت کرده است. شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز در یک نشست خبری گفت که این رقم به دلیل شیوع ویروس کرونا و دوران قرنطینه نسبت به عین زمان در سال گذشته 11% کاهش داشته است، زیرا شمار فرصت و امکان ثبت موارد خشونت را نداشتند. اما او میگوید که برعکس در نوعیت خشونت ها موارد حاد خشونت علیه زنان افزایش یافته و 35% تمام خشونت ها را خشونت های فیزیکی چون قتل، لد و کوب، قطع اعضای بدن، مجروح ساختن و کار اجباری تشکیل میدهند. این به معنا نیست که سطح خشونت در افغانستان پایین آمده، بلکه آمار سطح خشونت ها در افغانستان پایین آمده که دلایل متفاوتی داره. یکی از جمله دلایلش وجود کووید 19 و قرنطین بوده که در زمان قرنطین اکثریت نهادها عدلی و قضایی از خانه کار میکردن، هم عامل خشونت و هم قربانی خشونت هر دو در خانه بودن و اکثر خانم ها اجازه نداشتن از خانه بیرون شوند. در اکثر موارد شهرها بسته بود و محدودیت بر رفت و آمد وجود داشت. از طرف دیگر اینمی باعث شد که آمار ثبت خشونت ها را امسال ما پایین داشت. به اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر،
از مجموع این خشونت‌های حاد عاملین تنها 123 قضیه بازداشت شده و مرتکبین باقی خشونت‌ها فراری‌اند. این کمیسیون همچنان از ثبت 130 مورد خشونت جنسی در 10 ماه گذشته نیز خبر داد که شامل تجاوز و آزار اذیت جنسی در ادارات دولتی می شود. این سال در دیتابیس ما 1241 مورد خشونت های فیزیکی ثبت شده که شامل لتوکو، قطع اعضای بدن، مجروح ساختن، کار اجباری و غیره می شود. که در حتی در 4 ماه قرنطینه در ابتدای سال 1399 آمار قضای حاد علیه خانم ها دو چند نسبت به سال گذشته شد. کمیشنر کمیسیون حقوق بشر میگوید که خشونت علیه زنان پیامدهایی را در پی داشته است که شامل 1335 مورد به سرنوشتی، 26 مورد ترک منزل، 58 مورد فرار از منزل، 536 مورد تقاضای تفریق، 247 مورد جراحت و 328 مورد مشکلات روانی می باشد. محدودیت کامل برای خانم ها بخاطر دسترسی به عدالتشان وجود دارد. در بیشترین موارد خشونت ها را ما از شهر کابل بعد مزار و ایراد و بامیان داریم، به این خاطر که این شهرها هستند، نهادهای عدلی و قضایی وجود داره، سطح آگاهی بلند است، سطح تحصیل بلند است، خانم ها از حقوقشان آگاهی دارند، بنابراین موارد ثبت در این ولایت بسیار زیاد است. این در حالی است که رسم و رواج های ناپسند، ضعف حاکمیت دولت، عدم برخورد قاطعانه با عاملین خشونت، نفوذ زورمندان در روند رسیدگی به خشونت ها، نبود زنان قاضی، کمبود آگاهی و پایین بودن میزان سواد از مهمترین دلایل خشونت علیه زنان خوانده می شود. رئیس انکشاف دهات و بازسازی نورستان از چنگ ربایندگان آزاد شد. مولوی محمد انور رئیس حج و اوقاف نورستان میگوید سید معصوم سیدی رئیس اداره انکشاف دهات و بازسازی نورستان که یک هفته قبل در ولسوالی چپدره ولایت کنر توسط افراد مسلح ناشناس را بوده شده بود رها شد. رئیس انکشاف دهات نورستان که چند روز قبل توسط افراد مسلح ناشناس به جای نامعلوم برده شده بود با تلاش های مردم و بزرگان قوم رها شده است. سید معصوم سیدی به سمت مرکز نورستان روان بود که با کمین روبرو شد که در نتیجه یک همراه او کشته و 5 تن دیگر ربوده شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت ربودن او را بر عهده نگرفته، ولی بزرگان قومی میگویند افراد ربوده شده در منطقه را در نزد افراد مسلح طالبان پیدا کردند. کار ساخت بیش از 180 کشمشخانه در 4 ولایت کشور آغاز می شود. وزارت زراعت و مالداری می گوید که تا یک هفته دیگر کار ساخت بیش از 180 کشمشخانه در 4 ولایت تکمیل می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت می گوید که این کشمشخانه ها با هزینه 159 میلیون افغانی در ولایت های کابل، پکتیکا، لوگر، غزنی ساخته می شود. هزینه این کشمشخانه ها هر یک از این کشمشخانه ها ظرفیت 12 تا 15 تن کشمش را دارد. وزارت تجارت از داد و ستود افغانستان با ازبکستان خبر می دهد. وزارت تجارت و صنعت می گوید که داد و ستود تجارتی با ازبکستان در سال پیش رو افزایش می یابد. سخنگوی این وزارت می گوید که سطح تجارت میان کابل و تاشکند در 3 سال آینده به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. رئیس جمهور ازبکستان به نهادهای آن کشور دستور داده که برای گسترش تجارت با افغانستان راه‌های مناسب را جستجو کنند. در اوایل سال پیش روی میلادی پروازها از ازبکستان به افغانستان نیز از سر گرفته خواهد شد. خدمات ملکی میدان هوایی کندهار به بهره برداری سپرده می شود. مقام های ولایت کندهار می گویند بخش خدمات ملکی میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در این ولایت به زودی فعال و به بهره برداری سپرده خواهد شد. به گفته مقام ها در حال تکمیل پروسه ایجاد سهولت های مختلف در بخش های ملکی این میدان هوایی را دارد.
مقام های محلی در ولایت کندهار میگویند با بهره برداری خدمات ملکی میدان هوایی سهولت های زیاده برای مسافران ایجاد خواهد شد. امارات متحده عربی صدور ویزا را بر روی 12 کشور به شمول افغانستان بسته است. امارات متحده عربی صدور ویزا به افغانها و اتباع 12 کشور دیگر را متوقف کرده است. بر بنیاد گزارش ها صدور ویزا به اتباع 13 کشور به شمول افغانستان، پاکستان و ایران موقتا متوقف شده است. دلیل این تصمیم نگرانی های امنیتی خوانده شده ولی جزئیات دادن نشده است. این تصمیم در حال اتخاذ می شود که امارات متحده دو ماه پیش روابط خود با اسرائیل را عادی کرد. کره جنوبی بسته کمک های طبی را به دولت افغانستان کمک کرد. کره جنوبی یک بسته مواد و تجهیزات طبی به شمول 277 هزار ماسک به افغانستان کمک کرد. سفیر کره جنوبی در کابل میگوید این کمک برای مقابله با شیوع ویروس کرونا صورت میگیرد. گفته می شود کره جنوبی در 20 سال گذشته به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار در عرصه های مختلف با افغانستان کمک کرده است. بر اساس ارقام رسمی موارد ثبت ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 45 هزار تن رسیده است. خبرهای جهان را ببینید در ادامه. شی جین پینگ رئیس جمهور چین پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا در انتخابات اخیر را تبریک گفته است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های دولتی چین، رئیس جمهور شی جین پینگ در پیام تبریکی خود به جو بایدن گفته است که روابط دو کشور در هماهنگی منافع دو کشور و طبق آرزوهای جامعه جهانی انکشاف یابد. معاون رئیس جمهور چین نیز به کامالا هرس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا پیروزی در انتخابات را تبریک گفته است. وزارت خارجه چین قبلا به جو بایدن پیام تبریکی فرستاده بود ولی رئیس جمهور این کشور منتظر بود چون رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ هنوز هم بر نتایج انتخابات انتقاد دارد و به محاکم رو آورده است. رئیس جمهور چین بعد از آن به جو بایدن رئیس جمهور منتخب پیام تبریکی فرستاد که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی موافقه کرده که روند انتقال قدرت به وی رسما آغاز شود. وضع تحریم های جدید بر ایران در آخرین روزهای حکومت دونالد ترامپ. در حالی که حدود 2 ماه به ختم وظیفه دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا باقی مانده، اداره وی پلان دارد با وضع تحریم های جدید فشارها را بر ایران بیشتر کند. نماینده ارشد آمریکا برای ایران اعلام کرد که استراتژی تحریم های ترامپ با آغاز اقدامات جدید جزایی مرتبط با اسلحه، سلاح کشتار دست جمعی و مسائل حقوق بشری تا ختم دوره ریاست جمهوری ترامپ بر ایران ادامه خواهد یافت. سربازان آذربایجان به منطقه کلبچر در نگورنو قره‌باغ داخل شدند. سربازان آذربایجان به کلبچر، منطقه‌ای که ارمنستان آن را به آذربایجان سپرده، داخل شدند. جنگ میان دو کشور با یک توافق صلح که در این ماه مسکو میانجیگری کرد توافق شد. طبق این توافق این سومین ولسوالی منطقه مورد نزاع نگورنو قره‌باغ است که به نیروهای آذری سپرده می شوند. جنگ اخیر میان دو کشور 6 هفته ادامه داشت. وزارت دفاع آذربایجان دیروز تصاویر نشر کرد که در آن سربازان آذری دیده می شوند که در یک سرگ نگورنو قره‌باغ ماین‌پاکی می کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی خود را عفو کرد. با عفو مایکل فلین به تعقیب قضایی او در رابطه با تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پایان داده شد. فلین متهم است که به خاطر ارتباطش با روسها در این قضیه به اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI دروغ گفته است. رئیس جمهور ترامپ در توییت نگاشته مشاور امنیت ملی خود را مورد عفو قرار دادم.
این اقدام ترامپ موجب انتقاد قانونگذاران دموکرات به شمول نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شده است. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گمانه‌زنی‌های در خصوص عفو آقای فلین را مطرح کرده بودند. این جنرال بازنشسته نخستین فردی است که پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امسال از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار می‌گیرد. فلین در آن زمان در جریان انتقال قدرت ریاست جمهوری به دونالد ترامپ به طور محرمانه با سفیر وقت روسیه در واشنگتن تماس گرفت. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شده است. توجه و همراهی شما سپاسگزارم. وقتان بخیر. خدا نگهدار.